من نمیتونم پدر بشم. این بچه مال کیه؟ ایگناسیا، چه اتفاقی براش افتاده؟ فکر کنم تصادف کرده. ای تو، اینجا چی کار میکنی؟ یکی ترمزای ماشین رو از کار انداخته بوده. آقای گونزالو هم اینو به هم گفت، ولی من گفتم امکان نداره. باور کنین من همیشه خیلی خوب به ماشین میرسم آقای رناتو. نه این امکان ولی نداره. ولی آقای رناتو یه لکه‌ای که مال روغن ترمزه کف حیاط گفتم بوده. که این امکان نداره، هیچکی نمیتونه این کارو بکنه. فکر نمی‌کنین یکی عمدن این کارو کرده؟ کافیه دیگه، بس، نمیخوام دربارش صحبت کنم. هرچی شما بگین. آقای رناتو، چیه؟ یه چیز دیگه. خب مگه اون ماشین مال شما نیست؟ اگه یکی واقعا ترمزا رو از کار انداخته باشه، معنیش اینه که میخواسته این اتفاق برای شما بیفته. آره، میخوام خونه رو واسه اومدن دیگو تزیین کنی. خب مطمئن نیستم بتونم به تنهایی این کارو بکنم. آخه میدونین خانم، نشنیدی چی گفتم؟ میخوام وقتی خواهر زدم از بیمارستان میاد خونه پر بادکنک باشه، فهمیدی؟ ولی باید بهتون بگم که خانم پیلار قبلا چند تا از اون بادکنک ها رو باد کردن. خانم همشون، باید همشون رو باد کنی و اگه الان شروع کنی میتونی همشون رو باد کنی، فهمیدی؟ وای چقدر خوشگل شدی. بیا بریم، ما داریم میریم خرید، وقتی برگشتیم هر دوتامون بهت کمک میکنیم، باشه؟ نگران نباش عزیزم، میخوای به دکتر بگم بیاد؟ نه من هیچی نگو، فقط استراحت کن. میرم به دکتر بگم بیاد. دوست دارم، دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی. تو بودی؟ آجی کار تو بوده کره؟ منظورت چیه؟ ببینم، تو به ترمزای ماشین آقای رناتو دست زدی؟ آره؟ تو این کار کردی؟ انکار نکن. آره کار توه کرن، کار توه. نه چطور میتونی این حرفا بزنی نیبالدو ها؟ چطور میتونی این حرفا بزنی؟ من اصلا از این کارا بلد نیستم، من حتی نمیدونم ترمز ماشین کجاست، تازه من نمیدونستم میشه این کارا کرد. داری ازم انتقام میگیری؟ آره؟ واسه همین لاستیکای ماشین آقای رناتو رو پنچر کردی یا حالم این؟ چی داری میگی؟ پنچر کردن اون لاستیکا یه چیزه و فرستادن یه آدم به بیمارستان یه چیز دیگه، پس مواظب باش چی داری میگی؟ نیبالدا چطور میتونی به من شک کنی؟ اگه کار تو نبوده پس کار کی میتونه باشه؟ نمیدونم، ولی یکی ترمز ماشین آقای رناتو رو بریده و الانم خانم ایگناسیا تو بیمارستانه. یه آدم خیلی بد جنس تو اون خونه زندگی میکنه، خیلی بد جنس. وقتی نگی چطور امروز درست وقتی امیلیو اومد بیمارستان تو هم اومدی، خیالم راحت نمیشه. نکنه باش جایی رفته بودی؟ نه خاله، جایی نرفته بودم. پس چی؟ چی میخواین بگین خاله؟ صداتو بیار پایین. میخواستی چی کار کنم؟ توقع داشتی تنهایی برم بیمارستان؟ آره خاله. کاری نداشتی، در ضمن لئوناردو هم تنها گذاشتی. ولی خاله من میخواستم. خب گوش کن ببین چی میگم، این آخرین باریه که خونه رو به امون خدا ول میکنی.
چون همه اونا این خانواده خودمونن. ما تمام عمرمون اینجا بودیم. پس انقدر گیجبازی در نیار و سر خودکاری رو انجام نده. فهمیدی چی گفتم؟ حالا برو درو باز کن. برو دیگه. چشم. عزیزم گرسنت. لئوناردو. یعنی چی شده خاله؟ برو کنار. بریم تو عزیزم و واسه باش. سورپرایز. خونه خوش اومدی عزیزم. همه اینا به خاطر منه. همه اینا واسه توی عزیزم. خوشت میاد؟ این بزرگه و این یکی. همینطور این یکی. اینا رو کی آماده کردی؟ ما با هم برنامه‌ش رو ریختیم. میخواستیم دیگو از این که برگشت خونه خوشحال بشه. آره ما با هم این کارو کردیم. در ضمن من به خاله گفتم که داداشم عاشق سوپ. منم تمام امروز داشتم بادکنک باد میکردم خانم پیلار. راستی کیک میخوایم براتون بیارم؟ نه خیلی ممنون، ولی دیگو باید بره تو اتاقش رو استراحت کنه. بریم عزیزم. نه مامان یکم دیگه هم بمونیم. پیلار تو واقعا میخوای سورپرایزی که براش ترتیب دادی با خراب کنی؟ ببین عزیزم، کیک مورد علاقه تو برات آوردم. دوست داری؟ هی پیلار بس دیگه، این چه قیافه یه که گرفتی؟ ببین عذر میخوام که قبلا در جریان نذاشتمت. بذار ببینم کدوم یکی رو میخوای اول بخوری. خیلی خوشمزه است. واقعا عالی. خوشمزه است نه؟ الو گونزالو؟ نه من گونزالو نیستم، من خاویرم شوهرت. خب بگو ببینم، از این که به تلفن جدیدت زنگ زدم تعجب کردی؟ نکنه نمیخواستی بهم بگی ها؟ آقای دکتر سریان به اتاق عمل. خانم اسپنسر میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ واسه چی؟ من بازرس سانتیلسم و اینام همکاران. من حرفی ندارم بهتون بگم برین. مگه نمیبینین تو بیمارستانم؟ بهتون پیشنهاد میکنم با همون همکاری کنین. شما باید با ما بیاین اداره پلیس. فکر میکنی کی هستی که اومدی اینجا و به هم میگی چی کار کنم؟ برو از اینجا برو. معذرت میخوام خانم اسپنسر، این حکم بازداشتتونه. شما به اتهام قتل افراین دونوس و سانتی بانز روباینده دخترتون بازداشتین. واسه همین ازتون میخواییم با ما بیاین اداره پلیس. ببینم فکر کردی کی هستی؟ من باهات هیچ جا نمیام. خانم ما حکم بازداشتتون رو داریم. چرا متوجه نیستین؟ دخترم تصادف کرده و بچه‌شو از دست داده. من از اینجا تکون نمیخورم. خیلی متاسفم خانم، ولی مجبورین با همون بیاین. صبر کنین، نشنیدین مادرم چی گفت؟ اون قاتل نیست. ولش کنین، ولش کنین. کجا میبرینش؟ گفتم به من دست نزن. مامان نگران نباش. کارولا چی شده؟ گونزالو پلیسا مامانمو بردن. وای Thank you.
بابا، پلیس ها مامانم رو بردن. بگو ببینم، نمیخواستی چیزی بهم بگی؟ آره؟ میخواستی بدون اینکه من بدونم تلفن داشته باشی؟ البته که نه. خب میشه بهم بگی واسه چی میخواستی با گونزالو صحبت کنی؟ خاویر خواهش میکنم دوباره شروع نکن. ببین امروز روز خیلی خوبیه، دیگو برگشته خونه. موضوع رو عوض نکن، جواب منو بده. منتظری گونزالو بهت زنگ بزنه؟ جواب بده، راجب چی میخواین حرف بزنین؟ خاویر دستم درد گرفت. پیلار گوش کن، چی بهت میگم، تو هیچ وقت نمیتونی بهم خیانت کنی، همونطوری که نتونستی با اون کثافت بهم خیانت کنی. من همیشه قبل اینکه دست به کاری بزنی همه چیو میفهمم. خاویر ولم کن، ولم کن. رناتو، خوشحالم که زنگ زدی. نه بگو، کاری نداشتم. کی؟ آره آره، باشه باشه، الان میام. من باید برم، یه کار فوری پیش اومده. از اینجا تکون نمیخوری، فهمیدی؟ آندریا، تو اتاق من چی کار میکنی؟ یه هدیه برات آوردم. برای من؟ واسه چی؟ واسه چی؟ نمیدونم، چون دلم خواست. چطوری اومدی تو؟ حدس بزن. تو دیوونه ای دختر. من میتونم به خاطر این کارت به پلیس زنگ بزنم و ازش شکایت کنم. ولی امیلیو، من میخواستم. نه، صبر کن، ببین چی بهت میگم. آندریا، من دوست ندارم کسی وارد اتاقم بشه، مخصوصا بدون اجازه خودم، هیچ کی، فهمیدی؟ حالا برو، چون من خیلی کار دارم. هیلدا، چی؟ بیا بریم. کجا بریم خاله؟ خب معلومه، دنبال لئوناردو. اگه تو اتاقش نیست حتما باید یه جایی فهمید خونه باشه. راه بره. البته که نمیتونه راه بره. بیا بریم. راستش خودم هم نمیدونم دیگه، ازم سوال نپرس، من چیزی نمیدونم. باشه. هی چی شد؟ هدیه‌تو رو تخت امیلیو گذاشتی؟ چون از پنجره رفتم تو اتاقش ناراحت شد. آه عزیزم، نگران نباش، همه مرد اولش همین جورین. صبر کن تا ببینیم. دیگو عزیزم، دیگه وقت خوابه. یادت دکتر چی گفت؟ مامان. نه مامان، خودم میکنم. چی کار داری میکنی؟ بذار یکم دیگه هم بمونیم. ربکا تو دخالت نکن، این موضوع به تو هیچ ربطی نداره. فکر کردم تصمیم گرفتی از اینجا بری. وسایلتو جمع کردی؟ نه، تو باید واسه همیشه پیشمون بمونی خاله. نمیتونی این کارو بکنی مامان. دیدی؟ وقتی بچه ها اینو میخوان، منم با کمال میل میمونم. خاله از این که اینجایی خیلی خوشحالیم. مامان اون خواهرته و باید اینجا بمونه. این قیچی براتون آشنا نیست؟ آره، اون مال منه. این چی؟ اونم همینطور. تقاضا دارم موقع شهادت موکلم حضور داشته باشم. خانم ایوا نگران نباشین، یه سری مراحله که باید طی بشه و بعدش میریم خونه. اجازه دارم؟ ممنون. شما روز چهارشنبه بین ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر کجا بودین؟ تو خونه، آخه من زیاد نمیرم بیرون. شما افراین سانتیبانز رو میشناختین؟ نه. پس این قیچی چطوری از صحنه ارتکاب جرم سر در آورده؟ اگه
میخواین بدونین اون عوضی رو کشتم یا نه، باید بگم نه من نکشتمش، ولی خیلی دوست داشتم با همین دستام خفش کنم. اون حیوان دخترم رو دزدیده بود. میدونی بازرس بعدم نمیومد از پشت قیچیمو تو بدنش فرو میکردم، ولی نه من این کارو نکردم. خانم ایوا خواهش میکنم فقط جواب سوالو بدین. گوش کنین بازرس، من واسه دفاع از خانواده‌ام هر کاری میکنم. این چیزیه که میخواستین بشنوین؟ آره من به خاطر خانواده‌ام دست به هر کاری میزنم، چون با ارزشترین چیزیه که دارم. خانواده کنده، خانواده‌ای که بارها به دادگاه کشیده شده، اینطور نیست؟ بسیار خوب، حالا بیاین درباره ایگور مورا، آدولف آگوستا و باغبونش که توی حادثه وحشتناک مرده صحبت کنیم. لئوناردو چی شده؟ خدای من، حالت خوبه؟ یعنی چی شده خاله؟ خاله به نظر من کسی که از اینجا بردتش باید خیلی قوی باشه، چون ما به سختی تونستیم بیاریمش اینجا. همه جام درد میکنه. این وضعیت نباید ادامه پیدا کنه. اتفاقات زیادی داره تو این خونه میفته و من حتی نمیتونم در موردش با آقای رناتو صحبت کنم، چون ایشون به اندازه کافی مشکل دارن و نمیخوام نگرانشون کنم. اون لباسا رو زودتر بذار تو جعبه که بتونیم ببریمش به فروشگاه. خاله، خانم ایگناسیو واقعا وقتی با آقای آدولفو عروسی کردن این لباسو پوشیده بودن؟ خدای من. برو پنجره رو ببند. لئوناردو وقت رفتم درم میبندم که کسی نتونه بیاد تو. باشه؟ نمیخوای بگی کی از اینجا بردتت بیرون؟ کی تو رو به استودیوی ایگناسیو برد؟ اگه کسی بخواد بهت صدمه بزنه؟ اون به هم گفت از خانم ایگناسیو میترسه. واقعا یکی تو این خونه میخواد بهت آسیب برسونه؟ ولی من به هیچ کی اجازه این کارو نمیدم، به هیچ کی. من به دادشت قول دادم و سر حرفم میمونم، نمیذارم کسی اذیتت کنه، قسم میخورم. خواهش میکنم کارولا، هر اتفاقی افتاد منم در جریان بذار. باشه؟ پدرت پیشته؟ خاویر چطور؟ خوبه. همونطور که گفتم تلفنمو خاموش نمیکنم، پس لطفاً اگه کاری داشتی به هم زنگ بزن. خدافظ. همینجا بمون. نگران نباش عزیزم، من همینجا پیشت میمونم. هیچ وقت تنهام نذار. سعی کن یه کم استراحت کنی. باشه عزیزم. امضا کن گونزالو، اسنادی که بابا میگه رو امضا کن و همیشه پیشم بمون. خواهش میکنم، الان وقت مناسبی واسه این حرفا نیست. امضاشون کن و واسه همیشه پیشم بمون. ببینم پس ایوا کجاست؟ واسه چی تنها اومدی؟ فکر کنم خانم ایوا امشب باید همینجا بمونه. آخه چرا؟ خاویر، ما باید هرچه زودتر ایوا رو از اینجا ببریم بیرون. کاری از دست من بر نمیاد. فردا یه محاکمه دایر میشه تا معلوم بشه به جرم قتل میره زندان یا به قید ضمانت آزاد میشه. منظور چیه خاویر؟ خواهش میکنم آروم باش رناتو، گوش کن ببین چی میگم، گوش کن. من فردا باهاشم و سعی میکنم تمام اتهاماتی که وکیل مقتول میخواد بهش وارد کنه رو یه جوری رد کنم، پس نمیخواد نگران چیزی باشی. خاویر، ایوا نباید بره زندون، اون بیگناهه. تو میدونم و سعی میکنم اینو ثابت کنم. اونو علیهش مدرک دارم. چه مدرکی؟ پلیس از قضیه ایگور مورا خبر داره و همینطور از مرگ آدولفو. میخواین حقیقت رو بدونی؟ امکان داره دادگاه به خاطر گذشته خانم ایوا ایشونو مجرم بدونه. خاویر، شما حاضره؟
من اینجا غذا نمیخورم. نمیخوری؟ میخوای این موقع شب بری بیرون؟ چیه؟ اجازه ندارم؟ آره؟ نه 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 نه، فقط میخواستم بدونم. تو داری سینجیم هم میکنی. در زم هنوز حرفامون در مورد موبایل دوزدکی تموم نشده، نکنه فکر میکنی یادم رفته؟ نه متاسفانه، من هر چیزی که به تو مربوط بشه رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. سعی نکن به هم بقبولونی این منم که باید به جواب پس بدم. واقعا دردآور پیلار، من هیچ وقت به خونوادم خیانت نکردم. منم همینطور، منم به خونوادم خیانت نکردم. نه پیلار، نمیتونی منو گول بزنی، چون تنها کسی که به من و خونوادم وفادار نبوده تویی. میخوای چی کار کنم؟ واسه رفتن به جلسه ای که به خاطر حمایت کردن از خونواده ها تشکیل میشه شرکت کنم و احساس گناه کنم؟ این چیزیه که میخوای؟ نه معلومه که نه. خوشحالم چون دارم با خیال راحت میرم بیرون، فهمیدی؟ میتونم بیام تو؟ البته که میتونی گونزالو، بیا تو. میخواستم اومدم اون برگه هایی رو که به هم پیشنهاد کردین امضا کنم آقای رناتو، برگه هایی که واسه اطمینانتون از این که با ایگناسیا میمونم به هم پیشنهاد کردین. من اومدم، کجا رو باید امضا کنم؟ گونزالو، نه نه ایگناسیا، منم خاویر. چیه؟ چی شده؟ از دیدنم خوشحال نشدی؟ خب میشه به هم بگی چی باعث شد نظرت عوض بشه؟ چطور یه دفعه تصمیم گرفتی اون برگه ها رو امضاشون کنی؟ شما به من شک دارین؟ فکر کنم حق داشته باشم شک کنم، نه؟ این خیلی عجیبه، حالا که دخترم تو بیمارستانه تصمیم گرفتی نظرتو عوض کنی. اتفاقا واسه همین میخوام این کارو بکنم، چون ایگناسی ازم خواسته. میخوام با این کارم خوشحالش کنم، ولی حالا اگه فکر میکنین من قصد بدی دارم، باشه، هیچ اشکالی نداره. من فقط میخوام از دخترم حمایت کنم. خیلی خنده داره آقای رناتو، چون منم دقیقا میخواستم همین کارو بکنم. با اجازتون. نه نه سب کن، نرو، بگیر بشین. حالا که خودت میخوای باشه امضا کن، تا ثابت بشه داری راست میگی. خب آقای رناتو، نمیخواین واسه ورود به خانواده کنده به هم خوش آمد بگین؟ خیلی خب، حالا که اون برگه ها رو امضا کردم، میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟ البته اگه جوابمو میدین. آدولفو رو کی کشته؟ Thank you.
آدولفو خودکشی کرده. اون درست جلوی چشمای هممون از پنجره اتاقش پرید بیرون. فکر میکردم قبلا هم اینو بهت گفتم. خودتونم میدونید که این حقیقت نداره. آدولفو خودکشی کرد چون نمیتونست تحمل کنه. من همه چیو در موردش میدونستم. اون پول زیادی رو ازم دزدیده بود و وقتی موچشو گرفتم نمیدونست چی باید بهم بگه. باورم نمیشه دروغای خودتونو باور میکنی. میشه بگی منظورت از این حرفا چیه؟ میخوای یکمون اعتراف کنیم که اونو کشتیم؟ این چیزیه که میخوای؟ میخوام حقیقتو بهم بگین. این کار براتون خیلی سخته؟ بعضی وقتا حقیقت بهترین انتخاب نیست. دلیلش همینه. میدونی معنی حرفی که الان زدی چی آقای رناتو؟ دست از سرم بردار گونزالو. امروز اصلا روز خوبی برام نبوده و فکر نکنم لازم باشه دلیلشو توضیح بدم. من باید حقیقت این ماجرا رو بدونم. باید بدونم آقای رناتو. و از همین الان بهت اخطار میدم که بعدن نگی نگفتی. میدونم که از دیدنم خوشحال شدی. آخه بودن با من همیشه برات خوشحالی به بار آورده. واسه همین رابطمون دوام آورده. رابطمون روی اعتماد دو جانبه استواره. ولی نمیدونم واسه چی چیزی نمونده بود به هم خیانت کنی ایگناسیا. آخه برای آخری که قبل تصادفت حرف زدی میخواستی همه چیو به گونزالو بگی. راستش خیلی دلم میخواد فکر کنم اون کار نتیجه یه حماقت بچگونه بوده. میخوام باور کنم وقتی از اینجا مرخص بشی همه اون چیزایی که میخواستی به شوهرت بگی و از یاد میبری. هیچکی نباید بفهمه بچه‌ای که میخواستی به دنیا بیاریش مال من بوده. شنیدی؟ ایگناسیا من و تو خیلی وقت با هم رابطه داریم ولی تو نمیدونی من چه جور آدمیم. حتی فکرشم نمیتونی بکنی که چه کارایی ممکن ازم سر بزنه. اگه دهنتو واکنی خوب گوش کن. اگه دهنتو واکنی خودم واسه همیشه میبندمش. معلوم هست چی کار داری میکنی؟ گونزالو نه نه نه. چیه؟ چی میخوای بگی؟ میخوای بگی دیوونه ای؟ یه بچه فضول که داره با این دوربینا در مورد بقیه جاسوسی میکنه؟ قبل از این که به بابات بگم چه عوضی هستی از جلوی چشمام دور شو. گم شو. با این حرفا چیو میخوای ثابت کنی؟ میدونی چیه؟ اینجا همه دوتا چهره دارن. حتی خودتو. گفتم گم شو. سعی داری چیو قایم کنی که دوست نداری کسی سر از کارات در بیاره؟ چه رازاییو داری پنهون میکنی گونزالو؟ جواب بده. گفتم گم شو کسافت. همین الان برو بیرون. بهت گفتم گم شو. برو بیرون. بالاخره همه چی رو راجبت میفهمم. کارولا اینجا چی کار میکنی؟ من نمیخوام برم خونه آندریا. نمیتونم برم خونه. چطوری اومدی تو؟ خدمتکار اجازه داد بیام تو. اون متوجه نشد که مشروب خوردی؟ کارولا آروم باش. از هیچی نترس. میتونی پیشم بمونی ولی بگو چی شده. همه چی داره به هم میریزه آندریا. خیلی سعی کردم خودم رو نجات بدم ولی نمیتونم. آروم باش. نمیتونم. آروم من باش. تنهام. من خیلی تنهام آندریا. تنهایی اونا تا طبقه دوم آوردی؟ هیلدام کمکم کرد. چی کار میخوای بکنی؟
میخوای همه چی رو در مورد لباس عروسی ایگناسیا به آقای رناتو بگی؟ نه، نمیتونم این کارو بکنم. این قضیه خیلی ناراحت کننده است. آقای رناتو هم همین الان به اندازه کافی مشکل دارن. نمیدونم با این وضعیت آخر عاقبتمون چی میشه. تو واقعا فکر میکنی آدولفو مقصر تمام این اتفاقاته؟ من دیگه نمیدونم چی رو باید باور کنم. فکر میکنی همه این اتفاقا کار ارواح باشه؟ نه، من که فکر نمیکنم کار ارواح باشه. ممکنه کار آدولفو باشه و الانم یه جای قایم شده. شاید هم میخواد انتقام بگیره. از کی میخواد انتقام بگیره؟ همه تو این خونه باهاش مثل یه شاهزاده رفتار میکردن. انتقام از کسی که هولش داده. ببینم نیبالدو، نکنه تو واقعا فکر میکنی آدولفو خودکشی کرده؟ البته که نه. یولاندا، تو در مورد مرگ آدولفو چیزی میدونی که به من نگفتی؟ با تو هم. چرا همش ازم فرار میکنی؟ به خاطر هدیه آندریاس که تو اتاق خوابم بود. آره؟ ولم کن، میخوام اینا رو جمع کنم. من دیگه دوستش ندارم، باور کن. دیگه هیچ علاقه‌ای بهش ندارم. باور میکنی؟ ممنون از این که به هم اعتماد داری. بگو منو بخشیدی؟ بگو که منو بخشیدی؟ امشب تو اتاق خوابم منتظرتم، باشه؟ یادت نره، تو اتاق خوابم. حالت چطوره گونزالو؟ میتونم کمکت کنم؟ میخواستی بری خونه؟ نه نه، عذر میخوام. راستش اومدم بیرون یکم قدم بزنم. میتونم یه چیزی ازت بپرسم؟ بله. میخوام بدونم رابطه تو و خواهرم جدیه؟ تو واقعا دوستش داری؟ راجبه چی داری حرف میزنی؟ میدونی چیه؟ یکی از فواید یه وکیل خوب بودن اینه که خیلی خوب میتونی همه چی رو تشخیص بدی. کاملا معلومه که بین شما دو نفر یه خبرایی هست. ربکا، خواهش میکنم، من یه مرد متأهلم. خب اونم متأهله. میدونی اون داره اشتباه میکنه. البته من بهش حق میدم، تو مرد جذابی هستی گونزالو، ولی اون 15 سال دیر دست به کار شده. من مجردم، تازه شوهری هم ندارم که بخواد تمام اوقات مراقبم باشه و دائم سینجینم کنه. واسه چی فراموشش نمی کنی؟ با من بیشتر بهت خوش میگذره تا با خواهرم. باور نمی کنی از خاویر بپرس، اون میدونه. من تو شرایط بهتری قرار دارم، اعتراف کن. من از رازای زیادی خبر دارم که مطمئنم تو هم میخوای بدونیشون. میدونی من میخوام کمکت کنم، میخوام تو گروهت باشم و هرچی میدونم و بهت بگم، ولی این اطلاعات من قیمت داره. قیمتشم توی. دربارش فکر کن، امیدوارم تصمیم درستی بگیری. شب خوش گونزالو. و اگه میخوای درباره خانواده کنده و یا دخترشون که باش ازدواج کردی اطلاعات بیشتری بدونی، با من حرف بزن. میدونی که کجا میتونی پیدام کنی؟ سلام. منتظرت بودم. ببین امیلیو، من نمیدونم، من هیچ وقت میدونی نمیدونم چجوری. نگران نباش،
کاریو که دوست نداری انجام نمیدم. مطمئن باش. قول میدم. Quédate conmigo, dame una sonrisa, quiero regalarte lo mejor de mí. Déjate querer que yo te quiero bien, déjame cuidarte conmigo. آقای کنده، صبح بخیر. صبح بخیر. چطور شد که به ما سر زدین؟ میخواستم ایگور مورا رو ببینم. خیلی متاسفم ولی امکانش نیست. ببینم منظورت چیه؟ من که همیشه پول پرستار و دوا و درمونش رو میدم، حالا میخوام ببینمش. از اینجا بردنش. چی داره میگی؟ کی بدون اجازه من بردتش؟ خیلی متاسفم ولی نمیتونم چیزی بهتون بگم آقای کنده. ایگور مورا دیگه تحت مسئولیت شما قرار نداره. اون یه زن بود. زنش اون از اینجا برده؟ نگفت کجا میبرته؟ خیلی عذر میخوام ولی نمیتونم چیزی بهتون بگم. کار دیگه ای هست که بتونم براتون انجام بدم آقای کنده؟ کنده همین الان رفت. درست همون چیزی رو بهش گفتم که گفته بودی. نگران نباش، همه چی تحت کنترلمه. آندریا عزیزم بیدار شو. حالا چه اتفاقی میافته؟ قاضی به حرفای من و وکیل مقتول گوش میده. اون میخواد خانم ایوا رو متهم کنه ولی نگران نباشه، اوضاع از این بدتر نمیشه. ولی ایوا بیگناهه، تو همینو میدونی. اون هیچ وقت به کسی صدمه نزده. ولی راجع به بقیه اتفاقا هممون میدونیم که مال خیلی وقت پیشه و لازم نیست قاضی چیزی بدونه. فقط سعی کن هر طور هست زنمو آزاد کنی. فهمیدی چی گفتم؟ ایوا نگران نباش، نگران نباش. ایوا نگران نباش، تو آزاد میشی. بهت قول میدم، قصه نخور، از اینجا میارمت بیرون. نگران نباش ایوا، امید تو از دست نده. آقای رناتو آروم باشی، آروم باشی. صبح خیر. وای وای، واسه چی زودتر بیدارم نکردی؟ تو خواب بودی عزیزم، نمیخواستم بیدارت کنم. ولی اگه کسی ببینه حسابی تو درد سر میفتم، حتما دارن دنبالم میگردن. هیلدا خواهش میکنم آروم باش، ما هیچ کار اشتباهی نکردیم. خودم میدونم ولی دایی و خاله یولاندام اینو قبول نمیکنن. امیلیو خواهش میکنم لباسامو بده. از کاری که کردی پشیمونی؟ پشیمونی؟ واسه چی؟ نه، من پشیمون نیستم. این بهترین اتفاقیه که تو تمام زندگی برام افتاده. ولی کمکم کن از اینجا برم بیرون. کسی نباید منو ببینه و الا دیگه هیچ وقت دیگه رو خیلی خوب ببینی. باشه کمکت میکنم. اصلا خودم لباساتو تنت میکنم. باشه؟ باشه. بسیار خوب، میخوام بدونم کی از حسابمون پول برداشت کردیم. همین دیروز خانم. آه، تو اینجا چی کار میکنی؟ وقتی ایگناسیو تو کلینیکه نباید میومدی سر کار. اولگا میشه تنهامون بذاری؟ خوش سرتم درو ببند. چشم آقای گونزالو، با اجازتون. وای خیلی خوشم میاد یکی بگه درو ببند. معنیش اینه که قراره یه رازو بشنوم. ولی اون کسی که قراره یه رازو بشنوه منم، نه تو. در مورد چیزی که دیشب بهت گفتم فکر کردی؟ ربکا، خواهش میکنم بگو چی میدونی. خب تو شرطمو میدونی، چون من همیشه حرفمو خیلی روک میگم.
ربکا، زندگیم تبدیل به یه کابوس شده. از وقتی وارد اون خونه شدم دیگه نمیدونم چی رو باور کنم، نمیدونم به کی باید اعتماد کنم. خواهش میکنم اگه چیزی میدونی به هم بگو. هر چیزی در مورد خانواده کنده ها میتونه به هم کمک کنه، بهت التماس میکنم. در مورد کنده ها حرف نمیزنم، ولی در مورد بچه ایگناسیا یه چیزایی میدونم. بس شنیدنش آماده ای؟ نه، اون بچه مال تو نیست. خب میدونی؟ خب میدونی چیه؟ بابای واقعی اون بچه خب خاویره.